نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای شنبه و یک شنبه 8 و 9 ربیع الثانی سال 1446 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه عظیمه و بسیار مهمی است که میتوان آن را اساره ای از مجموعه اسلام نامید. معظم الله در ادامه فرمودند: به همگان به خصوص جوانان و نونهالان دختر و پسر را به حفظ خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها توصیه می کنم. ایشان همچنین تأکید فرمودند: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به احتجاج به برخی از آیات قرآن کریم از جمله ارث بردن حضرت سلیمان از حضرت داوود، ادعای منافقان را که پیامبران الهی از خود ارثی به جای نمی‌گذارند بی اثر فرمودند. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه در شرح حدیث مشهور قدسی لولاک توضیحاتی ارائه فرمودند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. این حدیث را بزرگان معنا کردند، گفتن معناش اینه که لولا کلما خلقت الافلاک، یعنی یا رسول الله اگه شما رو من خلق نمی کردم خدای عز و جل می فرماد، اصلا هیچ چیز خلق نمی کردم، و اگر علی ابن ابی طالب بنا بود خلق نشه خلقت شما لغو بود، چون علی ابن ابی طالب بعد پیغمبر خدا حفظ کردن اسلام را تا امروز، و اگر بنا بود فاطمه خلق نشه این ذریه امیر المؤمنین و فاطمه ائمه اطهار که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تا امروز حسن، اگه بنا بود فاطمه خلق نشه لغو بود خلق پیغمبر علی. نه معناش اینه که علی و فاطمه افضلن، نه لغویت لازم میمن، چون خدای عز و جل فرموده من خلق کردم بشر را که عبادت کنن. اگه علی ابن ابی طالب قرار بود خلق نشه، فاطمه سلام الله علیهما قرار بود خلق نشه، لغو بود خلقت پیغمبر تنها، یا فاطمه تنها بنا بود خلق نشه خلقت پیغمبر و امیرالمومنین لغو بود. لما خلقتکما یعنی لغویت لازم میمد، نه اینکه افضل هستن. همون لغویت لازم میمن، لغویت لازم میمن، لغویت یعنی عبث، یعنی خدای حکیم کار غیر حکمت نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.